دعاها رو چک میکرد، میشنیدو به اونا فکر میکرد. یکی از آمریکا، یکی از ژاپن، یکی از آنگولا، یکی از گابون، هر کسی چیزی میخواد از خدا. یکی شوهر میخواد، یکی هم شفا، یکی میخواد ردیف و پولدار بشه، یکی میخواست صاحب اسکار بشه، یکی مریض بود میخواست نمیره، یکی میخواست مرگو بغل بگیره. خدا دیدش این آدم های خاکی یا که ازش طلب کنن یا شاکی، اینا که هر کدوم توی یه فازی هم کلا از زندگی ناراضی هم. ولی یکی دعا عجیب بود، صاحب اون یه آدم غریب بود. غریب که نه، یه آدم میبودی افلاتون اینا میدنی دعا میکرد دست روی شسته. خدا جونم خیلی کار درست، شما دیگه به حال ما فکر نکن، دعای ایرانی ها رو چک نکن. بعد ما خوب او به اون مشکلی نیست، سرخوشم و گسته تویش دلی نیست. ایران رو بر کن، به اروپا برست، به مردم خوب یو اس آ برست، اینجا بهشته، بعد ما عالیه، جای ملائکه فقط خالیه. به لطفتون شادیم و غم نداریم، اوضاع ردیفه هیچی کم نداریم. خدای میرفون که چاره میساق گفت به همه، این به ما تیکه انداخت، ما نشون گرفت و سایش زد. این ایرانی به ما کنایش زد. اون روز دیگه خدا دعایی نشد، ایرانی رو صدا زد و بهش گفت با کشورتون کشور خوبیه، مملکت باحال و محبوبیه، تو خاکتون دریای نفت که دارید، انقلاب 57 که دارید، از کمک ما شاکله کردید، چراغونی توی محله کردید، درآمد نفت نجومی دارید، دانش هسته‌ای بومی دارید، کشورتون کشور چهار فصله، از دو طرف سه تا دریا وصله، اندازه کل جهان گاز دارید، توی خلیج 100 بار انداز دارید، کشورتون معدن خاویاره، صندوق ارزیتون پول از دلاره، پسته و فرشیدون تو دنیا تکه، مطهر خودکفاییتون فقط موشکه، برای زعفرونتون که بیسته حتی اوماکی سر نیسته، کلی طلا و آهن و مس دارید، هزار تا آهن توی گینس دارید، تنگه هرمز که تو مشتتونه، ملت در صحنه که پشتتونه، توی هزار سال معامله ای ناقل آمده و این کاره ای انرژی هسته ایتون دراهه، اینو اگه شک نکنید گناهه. یارانتون هم سر ما میریزن، اونه که ناراضی هم مریضن، این دیگه ناشکریه که مینالید، باید به سرزمینتون ببالید. ایرونی حرف خدا را شنید، از دو سه جا برق استفادهش برید، گفت به خدا یه حرف تو گلومه بزن اونو بگم دیگه تمومه، با این همه لطف شما جالبه، کشورمون شفاعی طالبه.